میدونستید که تسلا قراره یه گوشی بسازه که توی فضا و سیاره های دیگه مثل مریخ آنتن بده؟ آیا میدونستید که گوشی تسلا قراره یه گوشی منحصر به فرد هوشمند با ویژگی های خاصی باشه مثل شارژ با نور خورشید، فناوری نورولینک و حتی استخراج ارزهای دیجیتال؟ سلام و درود به همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه از کانال فکت مک. امروز تو این ویدیو میخوام گوشی هوشمند تسلا یعنی تسلا پای رو بهتون معرفی کنم. کمپانی تسلا که شاید خیلیاتون بشناسیدش و میدونید که مالکش ایلان ماسک است، ادعای عجیبی کرده که یک نوع از گوشی هوشمندی رو میخواد بسازه که ویژگی‌های منحصر به فردی داره. اما این ویژگی‌ها چی هستن که باعث شده این گوشی اینقدر خاص به نظر بیاد؟ اولین ویژگی خاص این گوشی این هست که میتونه توی فضا و حتی مریخ آنتن بده. اما چطوری چنین چیزی ممکنه؟ مگه میشه یک گوشی خارج از جو زمین آنتن داشته باشه؟ جواب اینجاست که این گوشی قراره به استارلینک وصل بشه و از این طریق قراره توی فضا و حتی مریخ هم آنتن بده. اما استارلینک چیه؟ استارلینک اینترنت ماهواره‌ای ایلان ماسک است که به شما این امکان رو میده که راحت و سریع دانلود کنید که سرعت دانلود شما احتمالاً بین 150 تا 200 مگ خواهد بود. دومین ویژگی باحال و خفن این گوشی شارژ خورشیدی اون هست. تسلا پای داره یک پنل خورشیدی هم هست و اگر بخواید میتونید با استفاده از نور خورشید گوشی خودتون رو در مدت 30 دقیقه شارژ بکنید و حالش رو ببرید. ویژگی سوم و عجیب و غریب این گوشی فناوری نورولینک است. اما نورولینک یعنی چی؟ ایده ارتباط کامپیوترها با مغز انسانها هنوز علمی تخیلی هستن و عملی نشده. اما نورولینک یکی از شرکت‌هایی هست که داره روی اون کار میکنه و این شرکت ادعا میکنه که اولین ایمپلنت عصبی رو طراحی کرده و به شما امکان این رو میده که کامپیوتر یا دستگاه‌های تلفن همراه خودتون رو هر کجا که هستید میتونید کنترل کنید. یعنی شما میتونید با فکر کردن به یک موضوع یک دستور به کامپیوتر یا گوشی تلفن خودتون بدید. به نظرتون این ایده برای این گوشی تسلا یعنی تسلا پای اجرا میشه یا هنوز ما خیلی فاصله داریم با این فناوری در گوشی های هوشمند؟ اگر فناوری نورولینک در تسلا پای وجود داشته باشه، شما میتونید بدون نیاز به لمس گوشی اون رو کنترل بکنید. مثلا تنها با فکر کردن میتونید یک آهنگ پخش کنید یا به کسی زنگ بزنید. به نظرتون این ویژگی میتونه جالب و مفید باشه یا خطرناک؟ قبل از اینکه بریم سراغ ویژگی چهارم و آخر، اگر تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومد اون رو حتما لایک کنید که افراد بیشتری ببینن، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی ما منتشر میشه شما اونها رو ببینید. البته این کار بهترین حمایت شما از ما هست. ویژگی چهارم که غیر رسمی هم هست استخراج ارزهای دیجیتال هست. شنیده ها حاکی از این هستش که شما با استفاده از این گوشی میتونید ارز دیجیتال استخراج کنید. با توجه به فعالیت های ایلان ماسک در زمینه ارزهای دیجیتال مثل دوج کوین، بعید نیست که این گوشی همچین قابلیتی رو داشته باشه و شایع شده که این گوشی یعنی تسلا پای یک کوین به نام مارس کوین رو استخراج میکنه. بعضی از کارشناسان معتقدند که گوشی تسلا پای از یک رم 6 یا 12 گیگابایتی استفاده میکنه و بر اساس خبرهای غیر رسمی تسلا از تراشه سری 8 اسنپ دراگون برای پردازش استفاده میکنه. همچنین این گوشی مجهز به فناوری 5G هم هستش. قیمت این گوشی از طرف تسلا به طور رسمی اعلام نشده، اما با توجه به مشخصاتی که این گوشی داره و براش در نظر گرفته شده، به ادعای برخی از کارشناسان قیمت این گوشی بالای 1500 دلار خواهد بود. تاریخ دقیق عرضه این گوشی مشخص نیست، اما به برخی از ادعاها این گوشی ممکنه که اواخر سال 2022 یا اوایل سال 2023 در ایالات متحده آمریکا عرضه بشه. حالا به نظر شما با توجه به قیمت تخمین زده این گوشی که بالای 1500 دلار هست و با ویژگی هایی که داره، به نظرتون ارزش خرید کردن رو داره یا نه؟ و اگر به نظرتون ارزش خرید کردن نداره، چه مدل گوشی هایی رو از چه برندهایی
با این مبلغ بخریم بهتره. نظرتون رو برامون تو کامنت ها بنویسید. خیلی ممنون از نگاهتون که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک های خوشگلتون رو بکوبین پای ویدیو که افراد بیشتری اون رو ببینن. کانال سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی ما منتشر میشه شما اونها رو ببینید. البته این کار بهترین حمایت شما از ما هست. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی فعلا.